سلام سلام، صدامو دارین؟ علام حیاتی بچه؟ سلام سلام سلام، خوبی؟ خب یه زحمت بکشین شهرتون رو برای من بنویسین، ممنون میشم. اون اونایی که میشه صدای منو دارن. و سالتون، سال چندم هستین؟ جوین علی از جوینی واقعا؟ بارکالله. آره کردم، دوست دارم جوین رو. محل سربداران آره؟ میرم 11 کلاس حضورتون که شروع میشه. زیبا خانم زاهدان، آره کردم، هر کسی یه جای دنیاست. خیلی خیلی خوش اومدین به کلاس. فریمان هم خوبه. زهرا ای داری؟ چرا دوتا ای داری؟ خب خدمت رو عرض کنم که من مدا هستم، دبیر زیست شناسی مجموعه با کلاس، و این جلسه رو خدمت رو رسیدم یک توضیح مختصری راجع به کار بدم تا انشالله بعد از یکی دو هفته همونجور که میایم بتونیم کلاس رو خدمتون عرض کنم به صورت رسمی استارت بزنیم. و سوالی چیزی داشتین ازم میتونید بپرسید. و خدمتون عرض کنم که امروز رو استارت بزنیم، با طرز بیان من آشنا شین، خواسته هامو ازتون بگم تا بعد اصلا تصمیم بگیرین که تو کلاس من باشید یا نه. میشه صد زد علامت سوال داره؟ میشه صد زد، فکر کنم منظور توی بود. داره نگاه کنین در مورد، خب یه سوال خوب شروع کار در مورد این که بگن میخواییم زیست رو صد بزنیم. ببینید سوال اصلی اینه، برای چی صد؟ خب و آیا الزامن رتبه های برتر باید درساشون رو صد بزنن؟ یعنی اگر ما بخواییم یه درس رو صد بزنیم با اون توانایی رسیده باشیم که تو اون زمان خودش و زمانی که براش اختصاص دادیم صد بزنیم و از چیزی کم نکنیم. من تو این سالای زیادی که دارم کنکور درس میدم، این سالای زیاد یعنی چی؟ متولد چندین شما؟ 83 یا 4 باید باشین، درسته؟ شما که باید کچکتر هم باشی؟ 86ی؟ چیزو 84 ده همی؟ 84 یا 12 همی باشن؟ نگی 84 ده همی، بچه ها متولد چندی شما؟ دوست اونجا 84 میگه من باید ده همی باشم، بیا 84 همی 85 هم چیزه؟ 83 84 خب این سال 83 84 که شما میفرمایی بچه ها، و اگه سوال پرسید دوستتون، یعنی دقیقا 6 سال قبل از اینکه شما به دنیا بیاین من کنکور دادم، درست شد؟ و اون زمانی که 2 مونده بود به دنیا بیاین لیسانسمو گرفتم و بعد فوق لیسانس شروع کردم و قصه. خب بنابر این که دارم میگم تجربه پشتشه. من تو این سالا دیدم برخی از بچه‌ها صد زدن برخی درس‌ها رو، حالا درس‌های مختلف، ولی عموما این اتفاق افتاده که درسی رو فدای درسی کردن. خب اگه قابلیت چه تو خودت می‌بینی که صد بزنی، اولا با این موضوع بچه‌ها باید آشنا باشین که ممکنه یک سال نحوه سوال‌ها به نحوی باشه که بعضی از سوال‌ها سلیقه‌ای باشه. یعنی از نظر علمی شاید اون جوابی که سازمان سنجش داده درست نباشه، یا ممکنه که 2 گزینه خیلی درست باشن و حالا سازمان سنجش مثلا الف رو انتخاب کرده بعد مثلا جیم می‌شده. خب ولی به هر حال این اتفاق ممکنه بیفته. ولی شما اینو نگاه کنین که اگر ما
از 50 تا سوال زیست که هر کدوم 2% بتونیم 40 تاش هم پاسخ درست بدیم، غلط هم مثلا نزنیم یا کم بزنیم، ما به درصد حدود 80 میرسیم. خب و این باعث میشه که خیلی در واقع جزء رتبه های برتر قرار بگیریم تو درس. بله میشه 100 زد، ولی تو زمان خودش کار سختیه. درست شد؟ تو زمان خودش کار سختیه، ولی شدن که بله نشدنی نیست دیگه. این بستگی داره چه جوری کار کنید دیگه، یا از کی شروع کردین، یا از کی قرار شروع کنید، چه نحوه مطالعه‌ای دارین، چه جور تستایی رو میزنین. خب حالا من امروز اینجا هستم یه مقدار نحوه به اصطلاح مطالعه رو بهتون یاد بدم، یه تیکایی رو درس بدم بهتون، تا انشالله بتونیم با هم آشنا بشیم و به اصطلاح اگر سوالی هست به اصطلاح جواب شما بدم، این که از چه منبعی استفاده کنیم، چه کتابی بخونین و غیره، اینا رو بهتون یاد بدم. خب خدمتون عرض کنم که زیست سلیقه‌ای نیست. میگن که پرسیدن که مگه نمیگن زیست سلیقه‌ای نیست، چطور با سلیقه جواب میدن؟ چرا اتفاقا زیست بعضی سوالهاش خیلی سلیقه‌ای میشه، یعنی مثلا چون سوال خط واضح کتاب نمیاد، چون سوال خط واضح کتاب نیست، میتونه بر اساس محتوای کتاب یه وقتی یه گزینه ای رو مطرح کنه. یا مثلا شما بیام یه جور دیگه بهتون بگم، الان کنکور به اصطلاح نظام جدید در سال اگه شما نکنم 99 اومده بود 3 کلمه استفاده کرده بود که اصلا تو نظام جدید تو کتاب نبودن، مثل شبکه سارکوپلاسمی. اگه 11 خوندی به من بگی کجای کتاب این هست. و حتی امسال هم ما بو و به اصطلاح روحی از نظام قدیم تو بعضی سوالا میدیدیم. وقتی که این سوال گزینش اصلا از نظام قدیم مطرح شده، یا مثلا اپران لک تو 12 مثلا نیست چنین جمله ای، تو نظام قدیم بود، نه چاپ پای قدیم ها، تو نظام قدیم. الان اینجا جلوی صد زدن یه نفر گرفته شده دیگه. چرا؟ چون یه چیزی رو نمیفهمه اصلا. اینجاست که اون طراح حالا اومده از بانک سوال در آورده و حواسش نبوده که داره از کدوم بانک در میاره. بنابراین اینجا نمیشه گفتش که حتما اون کسی که برای صد رفته سر این سوال شکدار آیا میزنه شانسش هم درست بگیره یا نه. خب ببینید سوال میگن مفهومیه، بله مسئله مفهومی بودنش رو الان براتون توضیح میدم. در واقع بهتره بگیم سوال محتوایی شده. دقیق بفرمایید، کنکور امسال نسبت به سال قبل چون ریاضیش ساده تر بود، فیزیکش هم استاندارد تر بود، زیستش و شیمیش مقدار مهمتر جلوه کردن و زیستش میشه گفت خداییش سخت نبود، فقط چالشی تر بود نسبت به درسای دیگه. یعنی میشد راجع به چند تا سوال بحث داشت. که حالا من یکی از دلایلی که تو جلسات صفرم نمیام چیکار کنم خیلی سوالای کنکور رو بیارم الان براتون، مثلا میگم ببینید این سوال چه جوریه، اون سوال چه جوریه، که چی بشه، برای این نمیام که سیستم قبلی رو نسوزونیم برات. چون هست این که من بیام دو تا سوال رو تحلیل کنم و بعد بخوام توضیح بدم وای من کجای جزوم اینا رو گفته بودم که همه این کارو میکنن، عملا اون سوال مهم رو سال قبل رو برات سوزوندم. درست شد؟ تحلیل جای خودش داره اون سوال. یکی از چیزهایی که خیلی 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 بچه ها مهمه برای کنکور شما، فرضاً تو همین کتاب دهم، توجه به اشکالی است که تو کتاب هست. ببینین حتما میدونید که شکلها خیلی مهم هستن، من بهتون مسیر خوندن رو دارم میگم دیگه. یه چیزی که خیلی براتون احتمالاً واضحه و دیدید اینه که مثلا از زیست دهم چاپ 95 که اولین زیست دهم بود، همینجوری اومده 96 97 98 داره، از قطر کتاب زیسته دهم چی میشه؟ کم میشه. یعنی هی مطلب کمتر میشه. خب و به قول معروف انقدر کتاب چاپ آخر کم شده که حتی منگنش کردن کتابه. اما یه سوالی که حتما برای شما هم پیش میاد و یا حتما جوابش رو اگر من بگم میدونید اینه، آیا همینطوری که سال به سال کتاب دهم مقدارش مطلبش کمتر شده، ابهاماتش بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ و سوال ساده تر، آیا همینجوری که رفته جلو سوالای کنکور از اون کتابایی که مطلبش کمتر شده سخت‌تر شده یا ساده تر شده؟ ببینید کتاب خدمتون عرض کنم دهم مثلا در مورد ملخ تو سال قبل
یه توضیح عمودی داشت که یک سفر رو دربر میگرفت. ببین چی دارم بهت میگم، خالص‌ترین نکته ها رو بهت میگم که بدونی که چی کار باید بکنی. ممکنه این جلسه مهمان من باشه، دیگه همدیگر رو نبینیم، ممکنه که تو کلاس ما باشی و تا آخر سال بریم. ببین مثلا کتاب دهم اومده بود چی کار کرده بود، یک صفحه ورتیکال یه پاراگراف رو کاملا در مورد ملخ توضیح داده بود، یه تصویر جست و گریخته هم از ملخ گذاشته بود که امکان اصلا پرینت گرفتنش تو کنکور سخت بود. بعد همینجور که اومده جلو، خب همینطور که اومده جلو هی مطلب چی کار کردن، ملخو کمتر کردن، شکلش چیتر شده، بزرگتر شده. ببینین الان طراح که نمیاد بگه که آخیش چقدر مطلب ساده تر شد پس من یه سوال ساده تر مطرح کنم، در واقع میاد بر اساس اون شکله سوال چیتری مطرح میکنه، سختری رو هم چیکار میکنه، مطرح میکنه. درست شد؟ خب حالا دقت بفرمایید، الان شما اگر فصل تنفس رو نگاه کنی، ماهیچه های تنفسی داره، دم و بازدم داره، وضعیت مثلا اون آزمایشه تو بیشتر تو فعالیتش هست، اسپیروگرام هست، تنظیم تنفس هست، جانوران هستن، و شما هر جوری به دهم نگاه کنید به اون فصلش میگه آقا چقدر مطلب مهم داره، آخر فصل یک گوشه صفحه اگر نگاه کنی یه مقداره بسیار کوچولو، یه شکل بسیار کوچولو در مورد دستگاه تنفس پرنده است که هیچ توضیحی هم تو کتاب نیست براش، فقط گفته کیسه‌های هوادار داره و اینها. اوکی بهتون میگم چشم. حالا دقت بفرمایید، وقتی که میاد سوال و طرح در میاره، از اون یه سوال در مورد هر گزینه یه خط از اون شکل. پس بنابراین بچه ها اولین چیزی که بهتون میگم و خیلی هم مهمه، هیچ صفحه‌ای برای ما غیر مهم نیست و همه رو ما تحلیل میکنیم، یعنی چه این شکل چه صد شکل دیگه ما تمام نکاتشو میدیم. ما از الان نمیتونیم بگیم کدوم شکل سوال کنکور شما خواهد بود، اما همینجور که بره جلو آزمون‌ها رو ببینیم، رصد کنیم، همایش‌ها رو ببینیم، سوالای سنجش رو ببینیم، مثلا میتونیم بگیم احتمال این شکل‌ها بیشتره و همینجور بریم جلو بگیم حالا از این شکل سوال میاد. نمونش که مثلا من تو هم همایش آخرم تو اینستاگرامم اگر فالو کنید، خب که شباهت‌ها رو گذاشتم همایش آخرم رو، خب اونجا دقیقاً، خب اونجا دقیقاً من آیدیم هم همینجا تاخته بنویسم DR underline وحید مدداخ. ببین اونجا دقیقاً مدداخ دوتا DAH. خب اینم بذارین چون ارتباط میگیریم، اینم شماره تلگرام. خب ببین اونجا دقیقا نوشته بودم که آقا مثلا حشره این چیزا مهمه تو کتاب 11 فصل 1 تو میشه تصویر، گره‌هاش چند تا است، از کدوم گره‌ها انشعابات دست و پا میره جلو، کدوم پا بلندتره، کدوم عصب بلندتره، تو از 9 تا گره 2 3 4 اش برام مهمه، بعد یه تناب عصبی داره دو شاخه شده، حالا همین سوال بود. بنابراین نگاه کنید از دیدگاه کلی میتونه بگه اون سوال خیلی سخته، ولی وقتی که اون شکل رو بررسی کرده باشه اون سوال آسونه. اوکی خب حالا دقت بفرمایید، کاری که میکنین اول دقت بفرمایید، کاری که میکنیم اول شما باید اون مطلب و اون تیکه اون فصل رو از کتابتون دقیق بخونید. تا چه حد دقیق بخونیم؟ تا حدی که اگر مثلا یه پاراگراف یا مثلا یک پارت در مورد مثلا معده است، اگه دانش آموز ریاضی یا انسانی اومد گفت اینو برای من توضیح بده، یعنی کسی که بلد نیست اصلا، شما بتونی اونو براش توضیح بدی که او بفهمه، یعنی مثلا بفهمه معده چیه. بعد از این تازه وارد مرحله حفظ شدن میشیم. نیا کنین یه سوال عمومی عادی که میشه پرسید اینه که از دانش آموز میپرسن که بهتره بفهمیم یا حفظ کنیم، طبیعتا جواب میدن بهتره بفهمیم. منم قبول دارم زیست رو باید فهمید، اما پس از فهمیدن ما به حفظ کردنش هم میرسیم، چون لازمه بعضی مواقع ما سوالا رو بچه توی 30 ثانیه خورده ای جواب بدیم و اینجا فقط فهمیدن ما کمک نمیکنه، باید حفظ هم شده باشیم. الان من اگه به شما بگم باید یه مطلب رو اینجوری بپرسم، آیا مطلب رو میشه بدون اینکه فهمید حفظ کرد؟ به نظرتون میشه یه مطلب رو بدون اینکه بفهمیم حفظش کنیم؟ بله میشه، بله میشه. چرا میگی نه؟ الان من کودک که بودم، در دبستان که بودم، مثلا میگفتن این سوره های قرآن رو حفظ کنیم، ما معنیشو میدونستیم؟
آره حفظ میکردیم دیگه، آیات رو میخوندیم حفظ میکردیم، مثلا جایزش هم میگرفتیم تو مسابقه حتی شرکت میکردیم. ببینید ما گاهن مجبوریم بعضی از چیزها رو حفظ کنیم، شک باید اون لحظه تو ذهن ما بیاد، درست شد؟ خب اینا هم به اصطلاح باید تو ذهنتون بیاد و همون لحظه جواب بدین. خب حالا نگاه کنین، من میخوام یه تیکه رو درس بدم همینجوری لابلا بهتون متد یاد بدم تا راجع به متد آشنا بشین. ببینین کاری که میکنیم، اگه سر کلاس من قرار شد بیاین، خب باید حتما چی داشته باشیم؟ جزوه رو داشته باشیم. جزوه چیه؟ جزوه در واقع اون گله کوزه ماست که یک کوزه من توش در رو بردم، ولی اینکه کوزه ما تا چه حد خوشگل بشه و این کوزه ما به چه صورت باید چیکار کنه اون شکل نهاییشو بگیره، در طول سال من درستش میکنم. بالاخره بین بچه ها اختلافه که قویه که ضعیفه، که در کل شما بیشترتون، یعنی فهم کنم 100% البته دهم آنلاین این دیگه، نه یعنی شما که از کسایی بودین که دهم رو آنلاین یاد گرفتید، بنابراین معمولش میشه گفتش که چیز زیادی از دهم نمیدونید، یازدهم هم که نصف نیمه. فقط یه خبر خوب بهتون میدم، چون امسال تعداد کلاس زیادی رو اومدم رفتم و استارت زدم تو مدارس مختلف تو شهر مشهد، این خبر خوش رو بهتون اینو میدم یا تو آموزشگاه ها، که در واقع بچه های من دقت بفرمایین، در واقع همه تون همینی، یعنی شما از توی بچه های تیسوشان میرید تا تو بچه های عادی، چه دولتی چه اونایی که غیر انتفاعی هن، همه شون یه سطح دهم ضعیفی دارن. ببین پس خبر خوب اینه که همه تون توی سطح این، قرارم از کنکور بدیم. اگرچه شما میبینید که الان همین 10 روز اخیر چقدر قوانین داره هیچی میشه عوض میشه، شاید یه استرابی هم گرفته باشید، فقط من به شما بگم بچه ها استراب نگیرید. چیزی که شما امسال الان تو این 10 روز احتمالا براتون به اصطلاح فوکوس کردین روش، ولی نگاه میکنید خدای عمومی ها هست نیست، یه روز میگن هست یه روز میگن نیست، حالا اگه گفتن آیا قطعی نه، هر سال چنین اتفاقایی میفته، فقط چون شما سال قبل کنکوری نبودین فهم کردین مثلا این اتفاقا مال شماست. خب میگن حضوری خوبه بیایم یا مجازی؟ اولا نگاه کنید این که حضوری خوبه یا مجازی رو دانش آموز تعریف میکنه. از نظر بنده فرقی بین کلاس آنلاین و حضوری نیست. بعضی مواقع یکی بر یکی چیه؟ به اصطلاح جلوتره. به طور مثال میخوام بگم الان سال قبل خب بعضی شهرهای اطراف مشهد که حالا من اسم نمیخوام بیارم روی فیلم برداری ولی لازم شد میگم، یه دختر خانومی خب توی شهری هم بود بردسگر فهم کنم اگه اشتباه نکنم شهرهای اینجا نزدیکه، که طبیعتاً وقت نمیکرد بیاد چی مشهد، ایشون اومد با من پدرش صحبت کرد خصوصی گرفت، خب و زیست شناسی رو شب به اصطلاح یه تایم به صورت آنلاین با هم کار میکردیم، هفته یه جلسه. ایشون الان پزشکی هم قبول شده، 700 شد رتبه، اگه اشتباه نکنم پزشکی هم قبول، 700 خورده ای پزشکی هم قبول شد. خب الان اگه از ایشون بپرسی مجازی خوب بوده یا نه، به نظر نظرش چیه؟ خب میگه خوب بوده دیگه، هم شهر دور بوده، هم میخواسته رفت آمد کنه، هم میخواسته رفت آمد کنه کلی هزینش میشده، هم بران نشسته تو خونش. اما نیا کن بعضی ها ذاتشون مجازی نیست، یعنی مثلا یه اختلافایی بین هم داریم بچه ها، نباید من معلم زیستم بذاری روک بهتون بگم، ممکنه یکی یک مقداری بیش فعالتر باشه و تمرکز گرفتنش تنها روی صفحه براش سخت باشه و وقتی تو جمعه بهتر کار میکنه. خب بنابراین نگاه کنین این اتفاق میفته که گاهن حضوریه براش بهتره. میگن من مشهدم، ببینین دخترم یا پسرم نمیدونم اسمتون رفت بالا، نمیدونم اسمتون چی هم هست، نمیتونم بخونم، ملائکه یا مالکه، ملکا ها؟ آره آره پس آره از پشت صحنه میگن از کلاس مجازی اینجا هم شما قبولی داشتین. من این مجموعه پارسال فقط کلاس وی آی پی داشتم، درست شد؟ و چند تا مطلبی، اول نتیجه امسال که نیومد، یک چون مجموعه من سال قبل اصلا باشون کار نمی کردم و اصلا مجموعه هم نوپا هست، دو
خب اگه کلاس منو دارین خواستین گروه بزنین تو واتساپ که اصلا تو تلگرام چرا میتونین، فقط منو ادم بکنین و شماره هم هست یه اسمی هم بذارین که بدونم به شرطی که دانش آموز اینجا هستین. اگرچه خیلی مخالفت شده با این کار ولی چون من خودم رو میشناسم و سیستم رو میشناسم مشکل نیست، ولی در حد استاندارد. خب مطلب بعدی این که بچه ها کلاس مجازی الان، خب خیلی از کلاس های اصلا دو سال قبل ما مجازی بوده، ما بسیاری از رتبه هامون اصلا مجازی در اومدن. خب پس بعد اصلا یه سالی که اصلا مجبوری و همه مجازی بودن، یعنی مهم نبود که اینجا باشه یا جای دیگه باشه. من مدا تو مدرسه فلان هم بودم، تو آموزشگاه فلان هم بودم، قبولی هم داشتیم، بله پزشکی هم داشتیم، دندان هم داشتیم. ما رتبه 66 رو اگه اشتباه نکنم 60 بود یا 66 باز پارسال از کلاس پسر آنلاین داشتیم و این اتفاق افتاده. ولی این که بچه ها بنده بین حضوری و مجازیم اختلافی نیست، این شمایی که تعیین میکنی که در واقع تو شرایطت کدوم برات بهتره. خب و هر کدومش مزیت‌های خودشو داره. فقط یه لحظه به یه چیزایی نگاه کنین. من خودم میام خودم میذارم جای شما، با خودم میگم آقا کلاس مجازی بدیایی داره، ولی یه خوبیش اینه که آقا من یه مطلب رو نفهمیدم کلاس حضوری دیگه میپره، دیگه معلم میاد درسشو میده میره. ولی اینجا مثلا یه امکان رو داره شما بارها دور کنی اون مطلب رو، یا گاهن فرض کن خدای نکرده مشکلی پیش میاد سر کلاس نیستی، کلاس حضوری باشه رفته دیگه، ولی مجازی برمیگرده و شما میتونی اون فایل رو دوباره ببینی. ولی با این حال تعیین کننده شما هستی نه من. خب من هم کلاس مجازی دارم از اون زمانی که کرونا نبود، یعنی اصلا مردم بعضی نمیدونستن، دانش آموز اصلا نمیدونست کلاس مجازی هست. ما با مجموعه قبل از کرونا کلاس آنلاین شروع کردیم که شما میتونید برید تو اینستاگرام هم ببینید تاریخ کلاس ها رو، برمیگرده به 5 سال پیش. خب از اون موقع که اصلا 4 سال و نیم پیش که اصلا کرونایی نبود، ولی ما استارت زده بودیم و پایه‌هاشو چیده بودیم دیگه. حالا شانس آوردیم، البته شانس نبود، بد شانسی بود برای همه دنیا، ولی ما وقتی کرونا شد از قبل بلد بودیم دیگه کار لایو رو و مجازی، اینجور نبود که تازه بخوایم یاد بگیریم. خب اگر ملکا راتون دوره خب و میخواین کلاس منو بیاین، شما حضور باید داشته باشی، حضور داشته باش. چه اهمیتی داره که حالا میخوای حضوری بیای؟ بعضی موقع من پارسال داشتم یه سری شاگردایی که مجازی بودن ولی چند جلسه رو حضوری اومدن. به چه دلیل؟ به این دلیل که خواستن آقا مثلا با دبیر مثلا یک ارتباطی بگیرن، آقا یک به اصطلاح اون ارتباطه برقرار بشه، اون حس بین دبیر شاگرد برقرار شه، باز با کلاس آنلاینشون ادامه میدادن. خب من از بچه های زاهدان هم قبلا کلاس داشتم، البته من با بچه های زاهدان هم آنلاین کلاس داشتم هم یه سری هاشون می اومدن اینجا. دیگه خب الان محمد جان شما اگه ثبت نام این کلاس هستی که کم کم همه هم دیگر رو میشناسی، اگه نه مهمان مایی برای امروز، خب طبیعیه که نمیتونی شما اینا رو بشناسی که بخوای گروه هم بزنی دیگه. شما شماره من رو داشته باشین که اگه کاری داشتین به من بگین دیگه. حالا اگر کلاس استارت رسمی خورد خودمون بعد میتونیم به فکری بکنیم. بچه‌ها یه ذره درس کار کنیم، یه ذره درس کار کنیم. الان غشای سلولی چیه؟ یه غشای نیمه تراواس. بله گروه رفشگال که قطعا داریم. ببینین دخترم نادیا جان، الان من نادیا خانم نمیدونم شما شاگرد من هستی یا نه، من جلسه اول اومدم نمیتونم الان بگم شما شماره تو مثلا بده به ملکا، شاید خانم ملکا آقای ملکا باشه. خب من نمیتونم شماره شما رو بدم به ایشون که اصلا وظیفه من نیست، میدونم خانومی، مثال زدم گفتم شاید. خب چی؟ میگن عکس بدین ببینم. خب عکس هم که الان همه سرچ میکنن دیگه، درسته؟ خب خدمتون عرض کنم که محمد، خب خدمتون آخه خدمتون عرض کنم که من تو کلاسات رو شکایت کردم از اینم پرداخت شده. اوکی چشم، گروه هم میزنیم، رفشگال هم داریم، اکسترا کلاس هم داریم،
به اصطلاح حضوری هم میذاریم، همایش هم داریم، رفع اشکال هم داریم، تست هم داریم، خدمت رو از کنم، همه اینا آره، نگران نباشید. ولی امروز ما به هر حال تا استارت رسمی بخوره بچه ها فیکس بشن چشم. خب یه ذرم به من انرژی بدین، من یه ذرم دستم بیاد کلاس چه خبره، یه جوی هم به من بدین. خب با این وضعیتم که میره جلو بیشتر بچه ها دخترن دیگه، که البته این چیز عجیبی هم نیست. چرا؟ چون واقعا الان آره اینکه جنسیت دخترها غالب شده دیگه، و حتما هم میدونید که کنکور امسال بچه ها اصلا رشته ریاضی انقدر کم شرکت کرده بودن که 100% گفتن قبول میشه. یعنی هر کی کنکور ریاضی شرکت کرده 0 هم زده باشه قبول میشه. درسته؟ چرا؟ چون فکر میکنم اگه اطلاعات اشتباه نگم، حالا انشالله اشتباه نگم، شنیدم 9% تهران مدارسش رشته ریاضی نوشتن 12. یعنی بچه ها میرن به سمت چی؟ تجربی و چی؟ انسانی. چرا؟ چون به هر حال رشته هایی که اینا میرین توش شغلایی وجود داره هنوز. درست شد؟ حالا اون حقوق و اینها ها که تجربی بهتره دیگه. نگاه کنین بچه ها، وقتی ما میگیم همه حمله میکنن به تجربی، پس سیاهی لشکرش هم بالاست. هیچ وقت خودتون رو با اون سیاهی لشکر چند صد هزار نفره مقایسه نکنین بچه ها. شما یه 10,000 نفر رو ملاک بگیرین، شما تو اون 10,000 نفر خودتون رو پیشرفت بدین. اول باید اگه خدای نکرده جزء 10,000 نفر نیستید، بکشونیم خودمون رو توی 10,000 نفر، بعدش از اون میتونیم رتبمون رو ارتقا بدیم. درست شد؟ حواسمون باشه که به هر حال نخبگان هستن و نخبگان کمن. ما جزء گروهی هستیم که با پشتکار و برنامه میتونیم به جایی برسیم. درست شد؟ خب الان نگاه کنیم، من میخوام یه تیکه، فقط یه تیکه درس بدم. الان غشاء سلولی خب که خاصیت نیمه تراوا داره، اوکی، امیدوارم شما رو نوشته باشه. خب الان بچه غشاء سلولی چند لایه است؟ اول نادیا تو 10,000 نفر، بعد کم کم اوکیش میکنیم. منظورم بود که شما تو 10,000 نفر قشاش دولای است. ببینین بچه ها با متد من کم کم آشنا میشین. من متدم اینه، ببین فرض کن فصل یک مثلا 2-3 فرق نه، مثلا بگو گوارش، فرض کن شما ایکس نفر شنبه صبح با من کلاس داشته باشین و تا پنجشنبه عصرم شما فقط با من کلاس داشته باشید. یعنی من شنبه 8 زنگ مثلا تا شب با شما کلاس داشته باشم، یک شنبه، دو شنبه تا پنجشنبه. من قول بهت میدم از شنبه تا پنجشنبه یه حرف تکراری نزنم، یه مطلب تکراری بهت نگم. پس این که شما از من مداح با این تجربه بالا چی میخوای و چقدر میگیری بستگی به این داره که سطحت چیه. وقتی سطح تو پایین نگه داری، من تو اون ساعتی که وظیفم هست که اینجا باشم مجبور میشم پایه های کار رو بگم و بمونه قسمت های مثلا خیلی سخت و پیچیدش با شما. ولی اگر شما اون قسمت پایه کار رو به عنوان پیش مطالعه داشته باشی، من به تو متدا رو یاد میدم، به تو روش ها رو یاد میدم، به تو شکلا رو بررسی میکنم و کاری بکنیم انشالله که بعد از مدتی ماهی ندیم به شما، شما خودت یه ماهیگیر بشی. نگاه کن مثلا همه اونا رو بدیاده ترکیبی که خوراکه. خب نگاه کن مثلا الان میگه غشا دولای است، من این سر قوانین دارم بهش میگم قوانین سرانگشتی، یعنی دم دستت باید باشه، دم دستی تو جیبت باشه، سری جدا کنیم و بیاری وسط و ازش استفاده کنیم. خیلی سادن یه چند تایی میشن مثلا 100 تا آخر سال اینا رو یه گوشه‌ای داشته باش، همینا بعضی موقع پایه‌ای کارن. ببین مثلا یه قانون سرانگشتی بهت یاد بدم. الان شما 11 رو خوندین، 10 رو هم حالا به هر حال پاس کردین. الان چند نوع گیاه داریم تو کتاب؟ ببین ما 4 نوع گیاه داریم تو کتابا. خزه ها هستن، سرخس ها هستن، بازدانگان مثل کاج هست و نهاندانگان هم هستن. خب حالا نگاه کن، من اینو برات مشخص کردم، حالا یه قصه بهت میگم. ما یه سری اسم توی کتاب گیاه داریم دیگه، مثلا گل ادریسی، مثلا حسن یوسف، مثلا روز، گندم، ذرت 3. خب سوال اینه هر کدوم تو کدوم دسته قرار بدمش، چون بعضی موقع نیاز دارم.
یه قانون سرانگشتی الان یاد میگیرم. شما هر اسم گیاهی تو کتابت چی دیدی به شرطی که خزه نباشه، سرخس نباشه، کاج نباشه، بذارش تو گروه نهاندانگان. به این من میگم قانون. الان یه قانونه، شما حفظش میکنی. خب حالا الان چمن جز کدوم دست از گیاهان میشه؟ نهاندانگان. چرا؟ چون شما گفتین دیگه. اگه خزه بود که می نوشتم خزه با خ شروع می شد نه با چه. سرخس بود می نوشتمش سرخس. کاج بود کاج. پس چمن جز به کیه؟ نهاندانگان. حسن یوسف نهاندانگان. ادریسی نهاندانگان. خرزهره، آکاسیا، توت فرنگی، توتون، فلان، تمام. حله؟ خب حالا نگاه کن، این قیمه من، این قیمه، قیمه برو کنار، میخوام ماس بیارم. ببین من فهمیدم به کیا بگم نهاندانگان. حالا یه قصه بهت میگم. نهاندانگان این چهار تا شرط رو دارن. پس هر کی شد نهاندانه این چهار تا شرط رو داره. چی داره؟ گل داره، میوه داره، عناصر آوندی داره و سلول همراه داره. خب دو تاشو حفظ کن فعلا، شروع کار. گل و میوه، همه نهاندانگان پس گل و میوه دارن. تا اینجا قبول؟ خب حالا من این سوال بپرسم، میخوام قیمه و ماست رو بریزم تو هم. خب قیمه و ماست رو بریزم تو هم. اوکی استاد بهتون تماس بگیرم خودم برو بوش. خب قیمه و ماست رو بریزم تو هم. الان ببینم کی جواب میده. بچه ها چمن میوه داره؟ جواب بدین ببینم چمن میوه داره. ببینین شما دارین مقاومت میکنین در مقابل فهمیدن. چرا؟ چون خیلی ساده بهتون گفتم هر کی که اسمش جز به خز سرخس و کاج نباشه کیه؟ نهاندانگان. حتما گل و میوه رو داره. تموم شد رفت، فکر نداریم. ما با این روش میریم جلو. به شما قوانین یاد میدم، قوانین قانونه. چمن الان یه فیلم سریالی دارید میاره، دیدم یه تیکش رو دیدم، همش هم ندیدم. یه جا اگه اشتباه نکنم پارسا پیروزفر و طناز نشسته بودن، طناز فامیش یادم رفت، طباطبایی رو به روی هم نشسته بودن. گفت چرا قوانین تو عوض میکنی؟ گفت برای تویی که دوست دارم همه هر قانونی عوض میکنم. جواب خوبی داد. گفت قانون اینه که هیچ وقت عوض نشه. مگه قانون عوض میشه؟ اسمش قانون نیست که. بعد درست شد؟ حالا یاد بگیر. آره میگه یا بی. آره حالا یاد بگیر. الان چمن میوه داره؟ داره. بله آفرین داره. ببین گل چمن رو شما دیدین تا حالا؟ نه. خب بلکه چمن کوتاه میکنه. حالا یه چیزی ساده، بذر چمن شنیدی دیگه؟ نه. میگن بذر چمن بپاشیم، پس حتما یه گل و میوه چی داشته. نکن حالا کار راحت شد. بچه ها موز گل داره؟ اصلا فکر نداره. میگی موز نهان دانه است پس داره. گل سرخ دانه داره؟ بله. ببین ما به این میگیم قانون. حالا نگاه کن، حالا جرأت پیدا میکنی. حالا من میگم بچه ها خرزهره، خب گیاه دیگه، اسمش هم تو یازدهم اومده دیگه، طبیعتا دهم ببخشید، احتمالا یک اولاغی نیست که نیش میزنه، گیاه دیگه، درسته؟ خرزهره الان میوه داره؟ بله. آقا نهاندانگان گل و میوه رو حتما دارن. ببین راه افتادی. الان من یه قانون سرانگشتی بهت میگم. همه غشاها چند لایه؟ دو لایه فسفولیپید. همه غشاها دو لایه فسفولیپیدن. هر غشایی دیدی دو لایه فسفولیپیده. ممکنه بعضی از ساختارها توی سلول یا بعضی از اندامک ها بیش از یک غشا داشته باشن، مثل مثلا چی؟ مثل میتوکندری، مثل پلاست، مثل هسته. ولی بازم هر غشاشون چند لایه است؟ دو لایه است. ما به اونا میگیم چی؟ میگیم مثلا دو تا غشا دارن پس چهار لایه پیلن یا فسفولیپیدن. ببین این فسفولیپید رو ببینین، فقط هم استارت میزنم و انشالله اوکی بودین به اصطلاح خواستیم ادامه بدیم، جلسه بعد دیگه میتر کنیم. یعنی قشنگ وقتم کمه، یعنی دیگه جلسه صفرش نمیگیریم، شروع میکنیم. الان بچه این فسفولیپید ها رو میبینین زیادن یا کمن؟ تعدادشون زیادن. یکی از عشقای طراحای سوال اینن، طراحی سوال با سوال. یعنی چی؟ یعنی طراح کنکور میخواد بیاد بگه که چی؟ در مورد فسفولیپیدها کدام گزینه زیر سعی است؟ میگه در مورد بیشترین مولکول غشا کدام گزینه زیر سعی است؟ یعنی شما اونجا باید خودت بدونی که راجع به چی داره صحبت میکنه. بچه ها نگاه کنین، اگه قرار باشه تا آخر سال من هر روز به شما نکته بدم
و شما هم توتی حفظ کنین و هی یاد بگیرین، از آخر سال به اندازه نکته هایی که دادم بلد میشین. خب الان دارم بهت مهارت یاد میدم. نگاه کن، شما بعد از مدتی باید خودت هم انرژی بذاری. ببین، شاید مثلا شما شنیدید میگن زبان انگلیسی رو مثلا یکی از روش های یادگیریش که خیلی هم عمقیه اینه که تو محیط یاد بگیری، نه مثلا اینکه میره خارج از کشور. ولی یه سوال، اینکه شما بری خارج از کشور حتی اگر 2 سال 5 سال باشی الزاما زبانت خوب میشه؟ نه، باید توی محیط بری و انرژی بذاری. مثلا با اینکه اقواممون رفته خارج کشور، توی خونه نشسته تلویزیون ایرانو میبینه، رستورانی میگم رستوران سوپرمارکت هم یه پی که بهش زنگ میزنه ایرانیه طرف، مثلا میگه یه شیر بیار یه ماست بیار، بعد میگه نمیدونم چرا زبانم خوب نمیشه. خب تو رفتی خارج نشستی، تو خارج نیستی، تو همو ایرانو بردی اونجا. ولی وقتی بری مثلا میخوای آب بگیری، بگی گیو می واتر، نمیدونم آی نید واتر وود یو، همینجوری چند تا جمله بسازی، بعد کم کم زمینی که مثلا اونجا خارجی میاد مثلا میگه واتر، بعد می تو شو نه تنها یاد میگیری که جمله نباید کامل باشه، بعد میتازه به واتر هم میگم واتر، بعد کم کم اوکی میشی. مثلا نیا کن، الان من گفتم مثلا یه سینونیم یه کلمه به جای، ببین تازه میگه این مهارت، این یه مهارت ها، متد بهت یاد میدم که اصلا فکت بیفته، ولی فقط باید با من باشی. الان مثلا نگاه کن، این توسی ها چی هن؟ پروتئین هن. خب الان یه صفت بخوایم برای پروتئین بسازیم، بگیم چی های غشا، چی ترین مولکولا، بزرگترین. ببین داریم را میفتیم. پس من میتونم در مورد پروتئین ها بگم بزرگترین مولکولا غشا، در مورد فسفولیپید ها بیشترین مولکولا غشا. خب برگردیم به فسفولیپید ها، خوب نگاه کن، یه سرای آبدوس دارن که این بخشای مثلا دایره ماننده و هر کدوم از اینا دو تا هم چی دارن؟ دوم آبگریز دارن. خب ببین نکات، مثلا فسفولیپید رو من اینجا نوشتم، این برای اینکه شما میخواید جزوه دستت باشه، فقط جزوه رو وقتی تهیه کنی میبینی که من کلی نکته دوربرش مینویسم. چرا از اول تو جزوه نمینویسم؟ چون یک، بعضی نکته ها ممکنه برای یک کلاسی مفید باشه، برای یکی نه. این معنیش نیست برای اون کلاس بدتره یا خوبتره، این معنیش اینه که هر جاده ماشین خودش رو میخواد، ولی ما در نهایت باید به اون نتیجه برسیم. این که به طرز مسخره است اگه من یه معلمی باشم سر هر کلاسی یه جور درس بدم که من میشم رادیو. اوکی، خب بعدیش هم اینه که به هر حال این جزوه ها پخش میشن، فایلشون نمیدونم پرینتشون اینا، اگه قرار باشه همه این نکته ها رو توش بذارم، پس تفاوتی نمیشه بین اون دانش آموزی که حضور داره و نه، چون من خودم باید بهش یاد بدم. خب الان چیزی که من میخوام بهت بگم این دولای است و مواد محلول در چربی ازش عبور میکنن، مولکولای آب و مولکولهای خیلی کوچک هم ببینین اضافه شد، اجازه عبور دارن ازش. پس از این فسفولیپید ها، از تو فسفول، از بین فسفولیپید ها کیا عبور میکنن؟ آبگریزا، بعد چربا، لیپیدا، بعد مولکولای کوچک و تا حدی آب. درست شد؟ حالا دوم آبگریز میگن یعنی چی؟ ببین یه فسفولیپید یه بخش آبدوست داره که شامل گلیسروله و فسفات، دو تا اسید چرب داره اینجا که بهش میگن دوم آبگریز، که وقتی میبینی تو غشا دومای آبگریزاشون به سمت داخله و قسمتای آبدوستشون به سمت خارج، بر همین دو غشا به سطح دولایی است. خب حالا یه چیزی خواهش میگم، نگاه کن خوب یاد بگیر، موادی که از توی این فسفولیپیدها عبور میکنن که من گفتم سه آپشن دارن، موادی که از تو فسفولیپید ها عبور میکنن بر اساس یه قانون ساده رد میشن، انتشار ساده. یعنی چی؟ از جایی که تراکمش چی تره؟ بیشتره، میره جایی که تراکمش کمتره. در جهت شیب چی؟ غلظت. در جهت شیب غلظت. حالا این عمل با صرف انرژی یا بدون صرف انرژی؟ گونه؟ خب حالا برای امسال که کنکور داری حرفه‌ایش کن دیگه، نگو بدون صرف انرژی. ما اصلا فعالیتی بدون صرف انرژی نداریم، میگی با صرف انرژی، چون انرژی جنبشی استفاده شده دیگه، ولی انرژیش زیستی نیست. ببین انرژیش زیستی نیست. یه انرژی زیستی بخوایم مثال بزنیم، ATP الان یه انرژی، یه مدل رایج انرژی زیستی. خب حالا نگاه کن، میریم راجع به چی صحبت کنیم؟ پروتئینا که گفتیم یه موضوعی هم براشون ساختیم به عنوان بزرگترین مولکول غشا. اگه نگاه کنیم پروتئین ها هم اینجا مدل سطحی دارن، مثلا فرض کنیم این، هم مدل سراسری دارن.
اون که در تمام عرض غشا قرار داره میشه مدل سراسریش، اون که در یه سطح میشه سطحیش. خب ببین بر اساس این شکل پروتئین سطحی میتونه هم سطح چی باشه؟ داخلی باشه، هم سطح چی؟ خارجی. اوکی؟ و طب بیشتر سوالا بر اساس اطلاعات کتاب میگه اگر سطحی ها رو چک بکنیم بیشتر در سطح خارجی هم هستن. حالا من یه سوال دارم، الان این پروتئین های سطحی با فسفولیپید ها تماس دارن یا ندارن؟ دارن یا ندارن؟ دارن، درست شد؟ خب حالا دقت بفرمایید، با هر دو جزء آبدوز یا آبگریز غشا فسفولیپید تماس داره یا نداره؟ میگیم بله، با هر دو جزء تماس داره. پس نیا کن الان این یه نکته شد برای شما، وقتی من دارم راجع به یک پروتئین چی صحبت میکنم؟ سطحی، این میتونه هم با بخش آبدوز و هم با بخش آبگریز کی؟ چیه غشا؟ فسفولیپید. به جای فسفولیپید کلمه سینانیم بذار، بیشترین مولکول غشا. پس میتونم بگم نوعی پروتئین در غشا، نوعی حالا یا سطحی یا سراسری، فقط در یک لایه بوده، خب میشه پروتئین چی؟ سطحی، و با هر دو جزء بیشترین مولکول غشا تماس دارن. میگی درسته. بعد نگاه کن، یه پروتئین سطحی، یه پروتئین سطحی. خب این پروتئین سطحی چون چی نداره؟ چون در یک لایه است و در دو لایه کشیده نشده، فقط در یک لایه است، نمیتونه در جا به جایی چی؟ مواد نقش داشته باشه، ترانسپورت نمیکنه. حله؟ حالا یه نگاهی به پروتئین های سراسری بندازیم. پروتئین های سراسری، ببین بر اساس شکل کتاب این پروتئین سراسری بعضیاش یه حالت کانال مانند دارند، بعضی هم نه کانال نیستن، یه حالت اصلا شکل گلابی دارن، یادت بمونه. پس از اینجا میفهمیم که هر پروتئین سراسری هم الزاماً در جابجایی مواد نقش نداره. پس هم سطحی مطمئن در جابجایی، خب هم سراسری در جابجایی ممکنه نقش نداشته باشه، درست شد؟ خب حالا بیایم ذره حرفه‌ای طور کار کنیم. الان راجع به پروتئین سراسری صحبت می‌خوایم بکنیم. خب ببین، من به شما میگم علی چی نوشتی؟ همه نکاتی که میگین چی؟ ادامش؟ نه نگاه کن علی جان، وقتی سر کلاس من باشی، جزوه هم داشته باشی، من یه چیزایی رو مینویسم تو جزوه، مینویسم قشنگ، اونا رو یا وارد میکنی یا اینجا کاری که میکنن مجموعه صفحه‌ای که من درس دادم اون جلسه شو سیو میکنن و این فایل میره رو سایت. یعنی شما میتونی هم سر کلاس بنویسی دوست داری تو جزوه وارد کنی، درست شد؟ هم چیکار کنی؟ ثبت کنی جزوه رو، اون تیکش و فایلش رو بگیری. ولی به هر حال بیشتر دیگه بسته ها هر کدوم راحتن، دختر خانوم باشن بیشتر مینویسن، چون دیگه دخترها دیدین کتاباشون بیشتر شبیه مفاتیح الجنانه، هر سه طرفشو نوشتن. آره، یه تونتون بخونی یه دعایی برآورده میشه. پسرها نه، من همیشه میگم بچه ها مثل دخترها درس بخونیم، مثل پسرها امتحان بدیم. دخترها تو درس خوندنشون شکیلتر و پشتکار بهتر و منظمتر و چند رنگ بنویس و خوشگلتره جزوهاشون و کتاباشون، ولی تو جلسه امتحان معمولا مدیریت پسرها بهتر در میاد. حالا بعضی موقع مدیریت خوب اصلا عقبه درسی نداره که ازش نتیجه بگیریم، بعضی موقع درس خوب مدیریت نداشته با اینکه درس خوب خونده خراب میشه. من یه چیزی رو بگم، حالا به مشاورا بر نخوره، ولی ما متاسفانه یه مشکلی که داریم، با احترام به همه ها، من فقط یه نکته دارم ساده میگم و کسی رو خدای نکرده توهین نمیکنم، همه برای ما ارزشمندن، دارم راجع به افرادی صحبت میکنم که احتمالاً شما هم حرفا قبول میکنید. بعضی مواقع بعضی از دوستان صرف داشتن مدرک یک رشته ای فکر میکنن میتونن اونو بیان با بچه ها کار کنن، این یک معنیش این نیست که آقا من چون مثلا لیسانس مثلا زیست گرفتم، حالا خودمو میگم مثال، خب حالا مسئول نیست که من مثل ما دکترا باشین یا نباشین، لیسانس میگم من زیست هستم فیزیکی، این یه غلط.
باید از پایه کار شروع بشه. دو، طرف چون خودش قبول شده، با زحمت هم قبول شده، بعد مثلا فکر می‌کنه یه اینستاگرام بگیره هر چیزی خودش برای خودش خوب بوده رو بگه. الان مثلا نگاه کنین، ما 90% که چه عرض کنم 100% بچه‌های هر سال تفاوت استرس و استراب رو نمی‌دونند. یعنی مثلا میگن آقا ما با استرس میگیریم چیکار کنیم؟ الان استرس بده یا خوبه بچه‌ها برای مثلا یه کار مهم استرس بگیریم؟ قطعا خوبه. من وقتی استرس میگیرم یعنی شرایط سمپاتیکی در من رخ میده، توانمندیام میره بالا، خونرسانیم بالاه، سخرگای حالا بخشای غیر گوارشیم قویتر و گشادتر شده، مردمک چشمم گشادتره، نورم بیشتری به شبکیه میتابه، مخروطیام دقیقتر میبینن و این یعنی توانمندیام بالاست. اگه توانمندیام خوب کنترل حالا نکنم، استرسم تبدیل میشه به استراب. استراب همون استرسه که توانمندیاتو کنترل نکردی. شما یه لحظه، من همیشه مثال میذارم، یه مهمان مهمی میخواد بیاد منزلتون، اگه مادرتون رو نگاه کنید مثلا داره غذا درست میکنه و خونه رو مهیا میکنه، دیدی اصلا نمیشه طرفش هم رفت اون لحظات، چقدر استرس داره. ولی چون تجربه کافی داره، مثلا وقتی غذا میاد شما میبینی واو این برنج رو نمیدونم تعدیگی از همین مادره که چقدر بهتر شده نسبت به مواقع عادی، چه روغنی، چه کیفیتی، چه طعمی. ولی موقعی که طرف ممکنه تازه عروس باشه، استرسش تبدیل بشه به چی؟ استراب قرمه سبزی بپزه بدون لوبیا. درست شد؟ این چیز عجیبی نیست. من الان میگم، من شاگرد داشتم، دختر خانوم، مثلا یه بیدلیل استراب میگرفت، مثلا به من پیام داده بود آقا شنین دفترچه ها شده 3 تا، من استراب گرفتم. میگم خب آقا اینو که میدونستی چیش نارند؟ نه امروز اخبار گفت اینا رو تو پلاستیک میدن، تو نایلون میدن. خب چه اهمیتی داره الان این استرس؟ نه آقا باز میکنیم صدا نمیده. خب چیپس مگه؟ ولی از اون ور ما باید به پسرها، باز بعضی هاشون هی توصیه میکنیم آقا دفترچه سوم هم جزو کنکوره، لازم نیست دفترچه دوم که تمام شده فکر بعد کنکورت باشی. خب اینقدر هم دیگه بی خیال نه. پس مثل دخترها درس بخونیم، ازشون یاد بگیریم، مثل پسرها امتحان بدیم، ازشون یاد بگیریم. درست شد؟ بسیار خوب. بچه ها نیا کنیم کتاب تستتون هر چی هست باشه، فقط از کتاب های برند بازار باشه دیگه، خودتون هم میدونی منظورم چیه. اینا که تو بازار معروفن خیلی، سب، نشرگو، گاج، ماز، مجموعه، اینها، مهر و ماه، این آبیا، قلمچی، یعنی از کتاب های چگونه زیست رو قطع قطع کنیم، زیست رو لقمه لقمه قورت بدهیم، اینا نه، اینا جا دارن تا اینا قوی بشن. بعد شما تستایی که میزنی نکاتشو خواهش میکنم اگر برات جالبه یادداشت کن. درست شد؟ و این نکات رو یه جایی بنویس، چشم نادیا جان، و این نکات رو یک جایی بنویسیم. خب بعد از مدتی شما می‌بینی تعداد زیادی نکته خودآموزی داری، تو جدول با همکلاسی یکیه، کتاب یکیه، کتاب تست یکیه، ولی نکات خودآموزی فرق داره، چیزایی برای تو مهمه که برای بقیه مهم نیست یا برعکس. و بعد بچه‌ها نیا کنین انتهای هر فصل من تای جزوتون آزمون‌های معتبر سال قبلو گذاشتم یا 2 سال قبلو، گاج، کانون، ماس، لیمو ترش، سنجش، گزینه. شما باید زمانی بگی من یه فصل رو تموم کردم که اون آزمون‌های معتبر از اون فصل رو از سال قبل بزنی، وگرنه نمیتونی بگی اون فصل رو من تموم کردم. درست شد؟ خب میگن میشه خودتون رو معرفی کنین، مگه نبودی از اول نادیا خانم؟ میگم میگی معرفی کنی، اولش گفتم نگفتم؟ آه خودتون معرفی کن. من خوندم خودتون رو معرفی کنیم. آره. اگه کتاب تست نداری خانم نادیا، اگه کتاب تست نداری اولا نگاه کن. آه خیلی سبز رو تموم کردی. من پیشنهادم به شما اینه که اگه الان داری دهمو کنکوری میخونی یه دوره دیگه هم بزن خیلی سبزو. من یه مثالی میزنم خودتون میفهمید حرفم چیه. بعضی موقع من به یه دانش آموز میگم آقا تو
سیر تا پیاز رو بخون، به یکی دیگه میگم مثلا مثال آی کیو رو بخون، بعد میره میپرسه، بعد میبینه او کتاب آی کیو کتاب سختری و سطح بالاتریه، بعد میگه اولا چرا به من کتاب ساده تره رو گفت، قصدی داشت یا نکته، بعد من برم اونو بخونم. بچه ها ماشین دنده ای، خب میگم بهتون، خب الان بهتون میگم ماشین دنده ای، دنده یک گاز میدی میشه سرعت 20 40 دنده 2 60 70 دنده 3 دنده 4 90 100 50 برو بالاتر. سوال من اینه، ما اگر به یه سرعت بالا بخوایم برسیم نمیتونیم از اول بذاریم دنده 5 ماشینو بگیم من میخوام تیز برم جلو، ماشین داغون میشه موتورش، اصلا حرکت نمیکنه. پس اگر کسی هنوز تو دنده یکه با یک باید بره جلو. اما در مورد دوستایی که میگن ما خیلی سبز رو تموم کردیم و اینها، سوالای آزمونا هست، باید اینا رو بزنین تحلیل کنین. ببین دخترم پسرم نگاه کن، شما میگی من کتاب خیلی سبز و مثلا گوارشش رو خوندم که کتاب خوبی هم هست، قدیمی هم هست و از نویسندگانش از قدیم هم ما میشناسیم و کتاباشون رو بررسی کردیم، بعد میای تستای اونو میزنی و خوبم در میاد، نکات تستایی که غلطم زدی و نوشتی، حالا ببین چی کار میکنی. میای انتهای اون فصل، مثلا گوارش تنفس، حالا هر فصلی بوده، میای سوال آزمون مثلا کانون همون مبحث رو برای خودت میزنی و درصد میگیری. مثلا میبینی خیلی سبز رو میزدی 70%، 90%، 60%، اینو داری میزنی 30%. این یعنی شما به کتاب تستت مسلط شدی ولی هنوز با آزمون‌های مختلف مسلط نیستی. و این همون چیزی که بچه‌ها خیلی میپرسن آقا ما چرا تو خونه تست میزنیم خوب در میاد تو آزمون نه؟ بنابراین ما رفتارهای چند طراح رو بررسی کردیم با آوردن سوالاشون. خب و اونو انجام میدیم. خب من ماز رو زدم، قلمچینم زدم، این دو تا مؤسسه رو زدم، درصد بالای 70 اومد نمره. کی زدیم دخترم؟ جزوه های کتابا رو نیاز بخونیم. فکر کنم منظورتون درسنامه است. اگه تستاشو با دقت میزنی نه زیاد لازم نیست. بذار لینکش رو، اشکال نداره. خب دوستایی که میگن خیلی سبز رو تموم کردن، خب برن سراغ آی کیو، درست شد؟ و البته مهمتر از اون آزمون ها. و در ضمن بچه ها امسال من خودم آزمون دارم، مثلا میگم این آزمون ها این تایما، ولی غیر از این آزمون ها حتما یه آزمون معتبر سراسری رو شرکت کنین. خب حالا هرچی فقط معتبر باشه و حالا یه آزمون هم کناره بررسی کنیم. مثلا اگه کانون شرکت میکنیم گزینه رو هم بررسی کنیم. من این آزمونا رو من هر هفته چک میکنم، کانون میاد، گزینه میاد، ماز میاد، فلان میاد، هر کدومش که اوکی تره و بهتره رو خودم براتون میذارم روی چی؟ کانالم، که اونجا بررسی کنیم. دیگه لازم نیست انتا چیز کنیم، مؤسسه خودش میزنه، مؤسسه گروه میزنه، نگران نباشید. اوکی؟ حالا این دوستمون خواسته لطف کرده، اشکالی هم نداره. حالا اگه نخواستین هم جوین نشین. حله؟ خب ما برای که جلسه اوله و اگه مطلب زیاد بگیم خیلی میره جلو و باز معلوم نیست جلسه بعدی کیا قطعی باشن یا کیا اضافه بشن یا کیا کم بشن، بنابراین خدمتون عرض کنم که من امروز رو قطع میکنم کلاس رو. خب میسم جان کانون خوبه، گزینه هم خوبه، آزمون باز خب اطلاعات خیلی خوبی به شما میده، ولی یه مقدار چون سوالاش تعداد مطلب و نکته‌ای که توی تست میذاره بالاست، درصداتون میاد یه مقدار پایین تر. و این آزمون باز رو هم من قبول دارم که گروهی هستن که باز، چون من خودم چندین سالم شیراز کار کردم. علی جان کلاس ها تموم شدنش به اینه که کی شروع کنیم، هر چه زودتر تعدادش به نحوی برسه که قابلیت استارت داشته باشه از قبل از عید میتونه تموم بشه تا حالا بستگی داره دیگه. طرح درس هم مشخصه، طرح درس هم میذارن رو گروه و میتونین چک بکنین، برای قبل از عید تمومش میکنین.
خب سوالی اگه هست میشنم. حله؟ کانال خودم هم عضو باشین؟ کانال خودم هم عضو باشین؟ من خدمتون عرض کنم که حالا اینستاگرام و اینا رو اگه خواستین فالو کنین دیگه اوکی. خانوم نادی نگاه کنین، من خیلی من سوال آخر رو ببینم. اگر خیلی درگیر نیستیم، پارسال با تعداد چون دیر شروع کردم پارسال، من تابستون نتونستم، با تعداد کمتر هم شروع کردیم. اوکی؟ حالا ببینیم چی میشه. کدوم شهر بودین خانم نادی؟ در حد 20 ثانیه یک تیکه کوچیکه. خب بسیار خوب، حالا ما این جلسه اول رو بودیم خدمتون و خب خیلی هم حرفای خوبی رد و بدل شد که تونستیم اطلاعات بدیم به شما و کلی هم انرژی بگیریم ازتون. بعد برای به اصطلاح این جلسه که صرف بود اطلاعات دادم براتون برای نحوه خوندن و جزو و کتاب اینا، باز با هم در ارتباطیم انشاءالله تا بتونیم جلسه بعدی رو با انرژی و شروع کار در نظر بگیریم. اوکی؟ مرسی. سوالی نیست بچه ها؟ خیلی خیلی خوشحال شدم که در واقع دیدمتون. آره من میگم چه علی جان چند جلسه رو رایگان بذارن تا شما بیان جا بگیرین توی کار. بعد دوستان این که حالا هنوز ثبت نام نکردن، اونایی که ثبت نام هن که جزور میگیرن، اونایی که هنوز ثبت نام نکردن، این دو فصل یک دوازده و یک و دو ده، برای اینکه اگه میخوان دستتون باشه رو کانالم هست الان پی دی افش، برای اینکه وقت بخواین فعلا کار کنین جزو رایگانه رو کانالم هست فعلا، ولی اینکه بعدش رایگان باشه یا نره اون دیگه کانالم گذاشتش. اینو دخترم اینو نادیا کجایی؟ من نوشتم این کانالم یکی از بچه ها گذاشت، همونو دوباره نمیدونم کی بود گذاشت. نه این که کانال من نیست که. آه میگن که این بار تلگرامه؟ آره این یکی که محمد مهدی گذاشت اینه. آره خب من گفتم که اگه وقتی نتونستین وارد شین شماره به این پیام بدین، ادمینام چک میکنن، بگین لینک کانال رو میخوام 43 44 150. الهی بلا نبینین، هر جایی هستین خوش و خرم باشین. انشالله انرژی ها رو جمع کنین، کلاتون هم با خودتون قاضی کنین، اگه قطعی اهل قبول شدن درس خوندنین بیاین. خدا نگهدار.